السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين الذين بعثوا بين بشيرا ونذيرا ورحمة العالمين وآله وأصحابه أجمعين. در قدم أول حلول عيد سيد فطر را بر كافه ملت مسلمين وخاصة اهالی شریف ولسوالی ادرسکن تبریک و تهنیت عرض می کنم. ثانیاً پیام تبریکی جلالت ما رئیس جمهور اسلامی افغانستان خدمت شما به خوانش می گیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منصوبین محترم ملکی و نظامی، علمای کرام، سران اقوام متنفذین، روشن فکران مجاهدین و خانواده های معظم شهدا، اهل معرف، جوانان، ورزشکاران و تمام ساکنین ولسوالی ادرسکن، اولتر از همه خداوند بزرگ خواهانیم که طاعات و عبادات خالصانه شما را مورد قبول درگاه احجت و خیش قرار دهد و ثانیاً بهترین تبریکات و تمنیات قلبی خیش را به نمایندگی از جلالت ماو رئیس جمهور اسلامی افغانستان و به مقام ولایت هرات باستان به مناسبت حلول عید سید فطر حضور شما تقدیم می نماید. آرزومندم که این روزها خوشحصه و پرمیهمنت را طبق فرهنگ افغانی و موازین شرعی بشری نماید و بدین وسیله از برادران ناراضی دعوت به عمل می آید که در گفتگوهای بین الافغانی در راستای صلح و شکوفایی کشور اسلامی خود سهیم شود. در آخر سعادت، موفقیت و پیروزی شما عزیزان را از خداوند بزرگ خواهانم. با احترام الحاج عبدالقیوم رحیمی ولی ولایت هرات، بنمایندگی جلالت ما رئیس جمهور. برادران نهایت عزیز، در قدم اول از نیروهای بیدار نظامی ما شب و روز به خدمت شما عزیزان قرار داره جای سپاس و قدردانی دارم. از کماندان صاحب کندک نزد ما، کماندان صاحب امنیت ولسوالی ادرسکن ما و شما مدیریت امنیت ملی ما، کماندان صاحب شاران. دوم برادر عزیز، افتخار میکنم که ما بین شما عزیزان باز قرار دارم. این دومه که ما به خدمت شما هستم، این لیس خادم شما ما کار میکنم. دوست دارم که بعضی صحبت ها خور عامیانه بکنم خدمت شما. در رابطه با وعدت و همبستگی دوستان عزیز، افتخار میکنم که در پالوی ما شورای علمای بیدار ما داره. شما شاید بعضی دوستان خبر نباشم و بعضی دوستان آگاهی دارم که ما چندین قضیه های بسیار بزرگی توسط جناب خطیب صاحب که ما افتخار میکنم همچون خطیب ما با ولسوالی ادرسکن داریم، شب و روز ما زحمت کشیدیم. دوستان دیگه بودن که بسیار دفعه دیگه با ما جور کرد که دیگه بازم ما تانیسیم که این برادر آخر با هم بشانیم، حتی خانواده ها رو ما بیاردیم با هم بشانیم. شما باور کنید که اکثریت عرایز شما میایم ما تا یک روز دو روز نگاه میکنیم. باز بعد دو کماندان صاحب هم نیم خدا خیر و برکت نصیب ازی بگردانه که یک روز دو روز دو تعمل ما شدیم این کامل ما با هم جور بیاریم. بعد خدا کنید که از می بقاوت و از این مشکلات اینا نجات پیدا کنید. هدف ما برادر عزیز وعدت هم بستگی شما نه. ما کوشش میکنیم که شما همه یک پارچه باشیم، نه پیاری پیاری. ما خلاف پیاری پیاریم. ما شما برادر هم دیگر مسلمان، اگر مسلمان واقعی برادر هم دیگر ما شما. ما پیاری چی کنم؟ ما با ربزهی و احمد و محمود چی کنم کنجی باشه؟ وقتی که ما مسلمانم ما برادر کنم. خدا کنه از هر جا از هر جای باشیم. دیگه برادر عزیز از گوشینشینی باید ما شما نجات پیدا کنیم. همینطور که علمای کرام ما همیشه به هر موضوعی اینا عاجل میرسیم و موضوع دفع میکنن، ما از جوانام و از متنفذام و از سران قوم هم تقاضا ما نمیده که ما نمیده که علما ما بپیشه، ما شما باید نمیده دست بکاشیم. برادر عزیز، یک بلا مشکلات و بدبختی داخل اولی صدرسکن بود شما میبینید. تقریبا ده ماه میشه که من خدمت شما اینجی وظیفه اجرا میکنیم، کار میکنم و اکثریت این بدبختان توسط همین علما محل کنه. دولت کمی بربندی میکنه، خلاص کور به سارنالی معروفی میکنه، خلاص میره و یک عالم جنجالی خونم بعد دفع میشه دیگم.
اینمی علما ما بود که کار میکنه با ما مشوره میده و قدم رو به پیش میگذاره، منت هر کسی گوش میکنه، منت هر کسی گوش میکنه، خاص به رضای خدای ناکار میکنه و ما افتخار میکنم به وجود همه گیز و تشکری میکنم از جناب مولوی سید سراج الدین که بسیار یک شعر مقبولی دیکنم اصلا در رابطه با وطن. وطن حیثیت مادر داره برادر عزیز. ما شما بیکار نباید بشیم. تا کی ما به ایران بریم کار کنیم؟ تا کی ما به جان هم دیگر بفتیم؟ این برادرهایی که بدرسکن مشکلات با ما جور میکنی، این از کجای؟ این از پاکستان، از ایران خونیه؟ یا از شندن یا از این مدرسکن؟ یا بچی کافا تونه یا از این یا از من؟ یا خشاوند هم دیگر ما؟ حد دقل اگه تواسط ما و شما نمیتونیم تواسط اینیم یعنی میخوانم ما باید هم دیگر رو بفهمن بیم. برادر تا کی ما هم وطن خود برباد کنیم در بدل دیم؟ تا کی جوانا ما نال سرگردان بگردم؟ شما دیگه جار نبینیم برادر عزیز. ولسوالی ادرسکن قدامت از 100 سال به پیشه. ولی شما ولسوالی دلارام چند ساله رو برم ببینیم. بازار ولسوالی دلارام 3 برابر 4 برابر ولسوالی شما مردم ادرسکن. شما از مددی کنی چیزاک نمیشیم. به خاطر از اینکه ما همیشه گوشونشینی کردیم. این تو نکنیم برادر عزیز. نمانده که به لوی جرگه انتخاب شد، لوی جرگه مشورتی صلح ازیمی ادرسکن انتخاب شد. چندین ماه میشد که ما اینمی جی میمانا ما دونرهای خارجی ما دگاه ما دگو صلح میایی ما گفتون صلح بیره کم برادر عزیز نمیه. صلح ازیمی کوچه های کونه ادرسکن، ازیمی کوچه های کونه و ازیمی دشت های کونه بولسوالی شندن میه. صلح به واشنگتن و به دگه جا و دگه جا و به سعودی و بیت جا نمیه برادر عزیز. ما شما خوب دیدیم. بزرگای ما شما رفت به سعودی قسم قرآن کرد. اون خدا اونا رو زد. اکثرت از اونا رو میبینه خداوند اونا رو زد اینه. کسر به یک مریضی مبتلا کرد و این یک اگه میره. 40 سال میشه که ما شما خانه هم دیگر ما شما میسوزه در به در ما شما. ولی نشد. تا که ما شما دست به کار نشیم. تا که از این کوچه های کونی ادرسکن ما شروع نکنیم. هیچ وقت ما به صلح نمیرسیم. تا ما نشانم بچه که بیا روبروی خد ما بشینه، هر کس میشینه، هر نوع بچه خد ما میکنه بیا بشینه، ما حاضریم، به هر جا میشینه ما حاضریم. و هموطن مانه، برادر مانه، ما از یکی هم دیگر مسئله نداریم برادر عزیز. به خدا قسم خفا میشم از هر طرفی که ما کشته یا زخمی میدیم، از هر طرفی که میدیم ما برادر خون میزنیم، بازو خون از بین میبریم. ای کاش که ما به مقابل یک کشور بیگانه ما رو بودیم. باز تو اینجا میدیدی که همه که ما چیکار میکنیم و قدیم شما همون مردمیم، نماسای میرویس خان نیکا و نماسای همشاد داریم. چرا شما این رقم خاموش میشینه؟ اگر هر کس به منطقه خود اینو متو شروع کنه مثل که ما شروع کردیم به اداره خود. اداره شما بسیار پاشیده بود برادر عزیز. اکثرت شما دوستا میفهمیم، اکثرت جوانا ما روشن فکرا و علما ما میفهمیم. حالا بیان ببینیم چقدر با حوصله مندی این راه انتظامی ما کار نمیکنم. هیچ وقت حکومتمندانه کار نمیکنم. این بیخی خاطر جمع باشه. هیچ وقت یک طرفه کار نمیکنم. همیشه کار میکنم با مشاوره بزرگا، علما، متنفذین، روشن فکرا، با مشاوره همگی شما ما ضرورت داره. شب روز شما بیان به ولسوالی ما به خدمت شما برادر عزیز. دروازه نیروهای امنیتی ما به سر شما بازه. هیچ مشکلی تو اخیر انشاءالله نخواهد دیدی که یک روز بیان بگم مخمندنی بگم والا رخصتی یا مثال وقت رسمیات ختم شد و گفانه برادر عزیز. وطن ما نه. ما مسئولیت داریم در قبال شما. در رابطه به پروژه های انکشافی و ما میخوام که شما همین دست بکار شما خدای دولت خود. این تو نشه که خدا نخواست، خدا نخواست من اعتراف به تمام علما دارم و من صحبت های جناب مولوی صاحب بیشتر عرض کردم که بعضی از دوستان میگه که علما خدای نخواسته، خدای نخواسته به زبان ما نیاره که علما خدای نخواسته یا فساد یا دیگه یا دیگه پر برادر عزیز ما نشنیدیم. اگر بشنم دولت شما تو دولت خوبورده نیه بخی دل جمع باشه. و اگر جناب مولوی صاحب از ناد داره کدام چی داره با ما مهربانی کنه بگه هر کس باش ما به مقابل از ایستاد بشه. ولی به لحاظ خدا رو که گفا نزنی که خدا نخواسته به خیلی علما ما تشویش می باشه. جناب خطیب صاحب برو برو ماس چند ماه پیش یک تو بشکر و چیزا خوراکارا ما بیا داخل کنه چیزا ما کمون دیگه که با ما درکه بدیم از عبادتگاه جایی که ما شما عبادت می کنیم از اونجا درکه ما می خواهیم. شما ببینیم این روای برادر عزیز یک مثلا
ما با بسیار حوصله مندی ساعت یک نیم دو بجه شد که قماندان صاحب امنی ما گفته که این امامی رو ما گفتیم از برای خدا که علما ما خدا نخواسته اپیش تو نراد نشد اون مولی صاحبا هم اصل نیست نیروهای نظامی شما خدا نخواسته کدام بیترمی به شما بکردن یا مامورین ملکی ما نکردن هیچ وقت نکردن با خاطر اینکه ما علم کن دوست داریم وقتی که جناب مولوی صاحب میفرمایید که میگه روشنایی یا چشم ما میگیم چشم ما نور چشم ما علماست وقتی که ما عالم نداشته باشیم ما به جایگاهی نمیرسیم رهنمود ما عالم ماست راههای نیک علمای ما به ما نشان میده ما به جایی نمیرسیم که با وقت هستم بگیم به علمای تو گفته ای رقم بیا با استاد ما بگو اگو دیگه خلاص شده پیش ما باز بگو صاحب من خلاف از او کسم پیش ما مثل یک اینطوری مثل یک کافر ور پیش ما ارزش نداره کسی که به مقابل عالم ما استاد شه این شما متقین باشین دوست عزیز ما شما با مشورهای نیک شما با همیاری شما دوستان ما ضرورت داریم در رابطه به مکاتبی که به طول تاریخ ادرس کرد یک قدر مکاتب ادرس کرد نماده بود دوست عزیز ما به تنهایی کار نکردیم و توسط شما بزرگای کار کردیم اینجا و دو مکتب به ولسوالی ادرسکان شما برادر عزیز نو تاسیس میشه شما حساب کنید اینجا و دو با مکتب به ولسوالی شما نو تاسیس شما چه قدر معلمین به کار داره چه قدر متعلمین چه قدر سطح آگاهی ما شما بالا میشه جناب خالص پیشتر میفرمید که سطح آگاهی ما برادر عزیز پایینه ما آگاهی نداریم خبر نداریم از آدم جاهل نمیگه خطا میخوره خدا نفس عالم یا اینکه شد یا استاد ما هم آدم جاهل آدم نافهم نمیکار میکنه آدمی که آگاه باشه گپ هیچ وقت نمیگه میفهمه که ما به چی جرم مرتکب میشیم آیا یک عالم پر ما توهین کنه به نظر خدا پاک چه قدر جرم داره شما علما میفهمید در مکتبی که ما بسته داشتیم مکتبای بسته ما شما که دروازه های بسته بود سالهای سال یک تعداد از معلم ها ما و خاصتاً مولوی صاحب مد اکبر ما چون همینجا حضور داره یا نداره که همیشه جار جنجال از به سر نیم مکتب ها بود بالاخره نیم در مکتب هم برای داره عزیز ما از معلمین امتحان گرفتیم امتحان عرض کردیم تقریبا 100 و چند معلم به می در مکتب شما میای جا به جا میشه در مکتب شما به سر شما باز میگردن 62 مکتب به شما به اختیار شما گذاشته میشه ولی خواهش ما شما بزرگواران اینه که بچه ها خود دخترا خود بخورین بره به مکتب ها بره باشه درس بخونه که دیگه عالی دست بیگانه ها نشیم ما شما با خدا نی امریکایی به ما شما میاره نی نمی ام سعودیایی که ما شما میریم به مکه شریف میریم نی ام عربا به ما شما میاره هیچ کس به ما شما سوال نمیاره تا که ما شما دیگه رو بخوش نگیریم تا که نه ما دیگه رو نشینیم گریه نکنیم صحبت نکنیم راز دل خور نگیم غرور خور نگیم هیچ وقت سوال به افغانستان نمیاره شما خاطر جمع باشید تا که می تو روبروی ما شما نشید بیگانه ها به ما شما سوال نمیاره برادر عزیز ما شما نیم ام دیگه رو خور میکشیم وطن ما در به در تکه تکه هیچ وقت خطر از کار سرطوالی تو جور نمیشه ما به دیگه ولایت ها سعی نمی کنیم ما بین خود دست به کار میشیم سوال از کجا میاد ما خطیب صاحب شروع کردیم چندین فامیل وام بشون دیگه سوال دیگه برادر عزیز اگر این فامیل ها ما رو میشوندیم تعداد یک طرف میرفت تعداد دیگه طرف تعداد میرفت این با غارت دیگه دومی شروع میکرد بدبخت میشون خواست به رضای خدا حرکت کسا هم بود که نکنه اینا جور نمیه ای تو میشه ای تو میشه کسا هم بود که دیگه گفان بزن ما بود که به رضای خدا کار توکل ما به خدای پاک ارتباط پروژه های دیگه که خدمت شما برسانم پروژه مسجد جامع شما بود برادر عزیز دو مراتب سنگ پدا بزیر گذاشته شده بود ولی نشد کارش شروع شد با برکت شما دوستان و ما خدی شما همکار کار مسجد جامع شما شروع شد ان شاء الله تعالی تا یک نیم ماه دو ماه بعد مسجد جامع شما کار تکمیل میشه با ان شاء الله اگه خواست خدا شده بود با هم دیگر میشینیم افتتاح میکنیم و به ارتباط پروژه های مثلا سربند پروژه کالی اکوای شما پنجم کار ازی شروع میشه بخیر انشالله و به ارتباط ترمیم پنج مکتبی که به طول امید دما شده برادر عزیز این پروژه که به طول امید دما ما به خدمت شما ارائه میکنم پنج مکتب شما مکمل خراب با مشکلات بسیار زیاد مواجه ولی پنج مکتب شما رو ما ترمیم کردیم دیگه به ارتباط ازی که باز هم عرض ما اینه که چون هوا گرمه وقت ما زیاد نمیگیریم تمام ولسوالی ها ولایت جناب ولی صاحب داد دادیم که باید 9 بجه نماز ختم شه و ما به رهنمود شما بزرگوارا به رهنمود شما علما خاصتاً معشد ضرورت داریم بعضی گپ هاست که بین شما نه شما بهتر میفهمید شما که قدم خود به پیش بمانید انشاءالله هیچ وقت مشکل پیش نمیشه و دیگه همکاری شما 100% در راستا ما میخوایم بازم در قدم آخر تبریکی
قولوا لي ان سيد فترة خدمتي همیشه شما عرض دارم و از صمیم قلب به همگی شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزهای خوب و خوش و با سعادتی داشته باشیم. امیدوارم که همیشه همیت در پایین دولت استفاده بودیم. شما ببینید تا یک سال بعد دیگه وضعیت اقتصادی ادرسکن به کجا میرسه. ایرما به شما بیخیل میگه چرا ما شما دست به کار شدیم؟ دیگه گوشنشینی به درد ما نمیخوره. ما به خانه خوششته باشیم. فرنی خان اگه آورد آورد، اگه نه دوید به کسی تو نیبرو در عزیز تا تو دست به کار نشید. دیگه وقت شما عزیزان نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.